بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. آیه 72 و 73 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. آیتان، دو تا آیه است. اللغتو از قتلتون نفسن فدارعتم ادارعتم ادارعتم یعنی اختلفتم. یه آدمو کشتید، بعدم اختلاف شد که کی کشتستش. و اصلهو تدارعتم، به عبارت دیگه ثلاثی مجرد این کلمه درع بوده، درع، بعد درع بره به باب تفاول میشه تدارع، تدارعتم، تدارعتم. فادغمت توف دال، ت تو دال ادغام بشه، وقتی ت تو دال ادغام شد قابل تلفظ نیست، چون وقتی که یه چیز ادغام میشه حرف اولی ساکنه دیگه، دیگه قابل تلفظ نیست. ادغمت توف دال بعد ان سکنت، بعد از اینکه این ت ساکن شد، ثم جعلوا قبلها همزة الوصل لیمکن نطق بالساکن، یه الف اولش هم در آوردن که بشه تلفظ کنی. پس تدارعتم شد ادارعتم. و اصل درع، تدارعتم، اصل درع دفع، تدارعتم اصلش اینه که یعنی همدیگه رو هل بدید، هل بدی، این اونو دفع کنه اون اینو. و من هل حدیث ادرع الحدود به شبهات، اون حدیث میفرماید که حدود را دفع کنید با شبه، یعنی همون درع به معنی دفع. و من هو قوله و یدرع عنها العذاب، تو آیات مربوطه به لعان، تو آیات لعان وقتی یه نفر مثلا فرض کنید که به زن خودش نسبت ناروا بده، چهار تا شهادت بدید که والله راست میگم، دروغ نمیگم که این زن فلان کرده، پنجمم این که لعنت خدا بر من اگر دروغ بگویم، اگر که این مرده این پنج تا شهادت رو بدهد، اون زنه باید حد بخوره بدون هیچ شاهدی، باید حد بخوره. حالا و یدرع عنها العذاب، دفع می شود حد از اون زنه، اگر که زنه چهار تا شهادت بدهد که بالله شوهرم دروغ میگه، پنجمم این که غضب خدا بر من اگر شوهرم راست بگه، اگر اینو بگوید دیگه به زنه هم حد نمیزنند، ولی دیگه بدون طلاقم باید از هم دیگه جدا بشن. بله،
آره درستش اینه سا، ولی اون دیگه رسم الخط تعبدی قرآنه. ید رعو انحل عذاب، یعنی دفع می کنند عذاب را از اون زنه، عذابم یعنی حد. و قال رعبه، آقای رعبه گفته ادرکتها قدام کل مدرهی به دفع انی در کل اون جوهی، یافتم او را پیش هر رئیسی. یه آدم هایی هستن که هر جایی رئیس باشه اینا همیشه اونجا حاضرن. میگه دیدم او پیش هر رئیسی هست، به دفع انی، به این که او دفع میکند از من، در اکل اونجوهی، این در به معنی دفعه، دفع کردن از من هر اونجوه، آدم خلاصه ناسپاسی، آدم بیرحمی. شاه سرینه که اینجا کلمه دفع در به معنی دفع. و قیل الدرع و العوج، بعضی هم گفتن که کلمه در به معنی اختلاف، کج و معوج بودن. و منه قول الشاعر فنکب عنهم درع الاعادی و داووا بالجنون من الجنون، فنکب عنهم، دور کرد از اونها درع الاعادی، مشکلات دشمنان را، و داووا بالجنون من الجنون، با جنون جنون را جلو گری کرد. خیلی خوب، المعنى، حال معنای آیات. ثم بیان سبحانه و تعالی المقصود من الامر بالذبح، خداوند بیان کرد مقصود از این امر بالذبح را، این که برای چی اون گاوه رو بکشند. فبدا بذکر القتل، اول خداوند قتل را مطرح کرد که یه آدمی رو کشتید، بعدا گفتیم گاو را بکشید. و از قتلتم نفسا، ذکر فیه وجهانه، آیاتی که دیروز میخوندیم بس این بود که یه گاو چنین و چنانی را بکشید. حالا امروز داریم میگیم علت این که اون گاوه را بکشید اینه که یه آدمی کشته شده و این مرده را باید به اون گاوه بزنیم. بهتر این نبود که اول بگیم یه آدمی کشته شد، حالا راه حل اینه که یه گاوه چنین و چنان پیدا کنید بکشید و فلان؟ یعنی بهتر بود اول بگیم آدم کشته شده، بعد بگوییم گاو را بکشید و اینو به اون بزنید و اون زنده بشه، نه اینکه اول بگیم یه گاوی را بکشید و چنین و چنان، بعد بگیم تازه علتش این بود که یه آدم کشته شده بود. درست برعکس نیست؟ حالا میخواد اینو توضیح بده که چرا قرآن اول فرمود گاو را بکشید بعد فرمود یه آدم کشته شده، با اینکه اول باید میفرمود آدمی کشته شده گاو بکشید. احدهما انه متقدم فی المعنا علی الآیات المتقدمه فی اللفظ، اول اینه که این دعایی که الان خوندیم معنن اینها مقدمند، اون آیاتی که دیروز میخوندیم لفظن مقدم بودند، بلی معنن اینا مقدمند. فعلا هزا، بنابراین یکون و تعویلهو، تعویل آیه اینجوری است، اول شما آدمی را کشتید، فدارتم فیها، بعد اختلاف شد، بعد رفتید سراغ موسا، موسا گفت گاوو بکشید، ف
فسألتم موسى فقال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقدم المؤخر و أخر المقدم. اول رو آخر آورده، آخر رو اول آورده. و نحو زا کثیرون فی القرآن بشیر. هم تو قرآن اینجوری زیاد داریم که مقدم و مؤخر، هم تو شعر. مثلا تو قرآن این دو تا آیه، قال سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تقديره، تقدير آينه، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما، قيما آخر آيه این شو بیاد، ولم يجعل له عوجا. قیمن آخر را، قیمنی که باید اول باشه آخر آورده، بلم یجعل له عوجا که باید بعدن بیاره اول آورده. خب تو موارد مختلف فرق میکنه، مثلا بعضی جا میخواد اون روی یا آیات سیاق کلمات جور در بیاد. بله، تو یه آیه می فرماید که فرعون وقتی داشت غرق می شد گفت که آمن تو برب به موسی و هارون. یک جای دیگه می فرماید که فرعون گفت که آمن تو برب به هارون و موسی. به هر حال اول موسی رو گفته یا اول هارون رو، اینجور جاها باید اینطوری بگیم. حالا مجموع بیان اینا جور دیگه میگن دام، ولی من اینطوری میگم. اون جایی که آخر آیات همه نونه، نونه، اونجا میفرماید که فرعون گفت که آمن تو برب موسی و هارون، که اینجا نون باشه آخر آیات. اون جایی که آخر آیات الفه میفرمایید که آمن تو برب هارون و موسی، که سیاق آخر آیات شده میاد. و قال شاعر، شاعر گفته که ان الفرزدق صخرتون ملمومتون طالت فلیس ینالها الاوعالا. ان الفرزدق صخرتون، فرزدق یک سنگ بزرگی است، یک سنگ سفتی است، صخره ای که ملموم سفته، طالت خیلی طولانی است، فلیس ینالها الاوعال. این الاوعال گفتن معمول طالت، یعنی طالت الاوعال بلند است، سر کوه ها، سر کوه خیلی بلنده، قله کوه خیلی بالاست، فلیس ینالها، کسی بهش نمیرسه. یعنی فرزدق مثل یه سنگ سفته، کسی نمیتونه خوردش کنه. فرزدق مثل نوک کوهه، کسی نمیتونه این قله رو فتح کنه. شاهد اینه که طالت الاوعال، اوعال مفعول طالت مؤخر شده در حالی که باید مقدم باشه. بله، مثلا طالت اون دشمنان اعادی، مثلا اینجور چیز. این شد بچه اول. بچه اول پس این شد که بگیم آیات مؤخر مقدمن، مقدم مؤخرن. بچه دوم اینه که ان الآیت قد تعلقت به ما هو متأخر فی الحقیقت. این که میفرماید که به از قتلتم نفسنا، این واقعا مؤخره نه مقدم، متعلق است به چیزی که واقعا مؤخره. این و از، و از توی این آیه که می فرماید که به از قتلتم،
این به از قتلتم مربوط میشه به اون فقل نظر بوه و به بعضه ها، یعنی اون فقل نظر بوه و به بعضه ها مفعولش که ظرف زمانه این از توی این آیه اوله، یعنی از مفعول برای آیه بعدی. بله، زد ترتیب آیات درسته. بله بله. و هو قوله فقل نضربه به بعضها الآیه فکأنه قال، گویا خداوند اینجوری فرموده فذبحوها و ما کادوا یفعلون، این که مربوط به آیه قبلی، ولأنکم قتلتم نفسا، چون شما خودتون یه آدمی رو کشتید، فدارتم فیها، اختلاف کردید، اختلاف هم کردید که کی اینو کشته، امرناکم بانتضربوه به بعضها، چون یه آدم کشتید گفتیم که این مقتول را به اون گاوه بزنید، لین کشف امروه، تا معلوم بشه که کی او را کشته. بل مراد اینه که وذکروا اذ قتلتم نفسا، یاد آورید موقعی که خودتون یه آدمی رو کشتید، و هذا خطاب لمن کان علی عهد النبی، این خطاب که میفرمایید کشتید، این خطاب به این یهودیای زمان پیغمبره. بل مراد بهی اسلافهم، به این یهودی ها میگوید و مقصود پیشینیان است. الا عادت العرب، این عادت عربه، فی خطاب الابناء والاحفاد به خطاب الاسلاف والاجداد، یه کاری که پدر بزرگ انجام داده به این بچه میگن چرا انجام دادی، خطاب میکنن فرزندان را و نوه ها را به خطاب اسلاف و اجداد، سلفشون، اجدادشون. یا مثلا خطاب میکنند عشیره را به ما یکون من احد العشیره، خطاب میکنند یک قبیله را به کاری که مال یک نفر قبیله است. فقالت، مثلا حالا مثال داره میزنید، فقالت فعلت بنو تمیم کذا، مثلا میگن بنو تمیم فلان کارو کردن، و این کان الفائل واحدن، گرچه فقط یه نفر این کارو کرده ولی میاد اون قبیله این کارو کرد. و یحتمل ان یکون خطابا لمن کان فی زمن موسی، احتمال داره به یهودی های زمان پیغمبر اکرم باشه، احتمالم داره خطابه به یهودی های زمان حضرت موسی. و تقدیره، تقدیرش اینه، و قلنا لهم و اذ قتلتم نفسا، این اذ قتلتم خطابه به امروزی ها نیست، اون زمان به اونا گفتیم، قلنا لهم به اونا گفتیم اذ قتلتم. و قیل ان اسم المقتول عامل، اون بابایی که کشته شده بود اسمش چی بود؟ اون بابایی که کشته شد اسمش بوده عامل. فدارتم فیها، این فدارتم فیها، فیها ضمیر فیها به کجا برمیگرده؟ الها و من فیها یعود الی نفس، یعنی تو اون آدمه اختلاف کردید. ای کل واحد دفع قتل النفس عن نفسه، این گفت من نکشتم، اونم گفت من نکشتم. و قیل انها تعود الی القتله، بعضی هم گفتن ضمیر انها برمیگرده به قتله، ای اختلفتون فی القتلته، اختلفتون قتلنا قتلته، کشتن. لأن قولهم قتلتم يدل على المصدر، قتل، قتل از کجا اومد؟ از همین کلمه قتلتم که مصدر این باشه. ها، یعنی مثلا اختلاف شد در کشتن که خودش مرد یا اینکه مثلا خودش سکته کرد یا هرچی. و عودها الى نفس اولا و اشبه به ظاهر، ولی بهتر اینه که بگیم که ضمیر انها به اون نفس برمیگرده، نه به قتل.
والله مخرج ما کنتم تکتمون، یعنی خدا اون که تو دلتونه آشکار میکنه، ای اینکه خدا مظهرون، خدا اظهار میکنه اون چرا که شما پنهان میکردید از قتل. و معنای آیه اینه که ادهو خداوند مخرجون من غامز اخبار کن، خبرهای پنهانی شما را آشکار میکنه. و مطلع اون من معائب کن، خدا آگاه به عیب شما و عیب پیشینیان شما. الا ما تکتبونه انتم، اونجور که شما کتمان میکنید. و هو خطابون للیهود فی زمن نبی صلی الله علیه و آله. ببخشید نمیشه دیگه اجازه بخونم بس. صلی الله علیه و آله.